قصه قدر مادر. جوان نقل میکند: باری در نشستی چند از دوستان با هم دیگر صحبت میکردیم که بناگاه صدای زنگ تلفن یکی از دوستانمان بلند شد. او در جواب زنگ چنین گفت: ها، چی میگویی؟ وقتی گپ زدن ندارم، مرو به حالم گذار، کمی با دوستانم نشینم. ای بس کن، بتر سخنت را میگویی. وقتی که این سخنانی سرد را از زبان دوستمان شنیدیم، گمان کردیم که او با دختره یا یکی از دوستانش صحبت میکند، ولی بعد آن که سخنش را به انجام رسانید، به سوی ما نظر کرده گفت: این کمپیر مرا بیزار کرد. بعدن فهمیدیم که آن نفری هم صحبتش مادرش بوده است. او مادرش را تحقیرآمیز ندا کرد. نشست را آرامی فرا گرفت. یک بار صدای به گوشمان رسید. از این صدا به حیرت آمده به اطراف نگریستیم تا بدانیم که این صدای کیست. دیدیم که یکی از دوستانمان زار زار می گرید. وقتی که همه به سوی او با حسی کنجکاوی نگریستیم، او لب به سخن کشاد و گفت: ای کاش من نیز مادر می داشتم. ای کاش مادرم مرا اذیت می داد و من در جوابش می گفتم: مادر جان عزیزم، هرچی خواهی بگو، ولی بدان که من دوستت می دارم. وقتی که این سخنها را شنیدیم، دوست دغل گفتار ما برای دفاع خیش کوشش حرف زدن کرد، ولی ما همگان او را از سخنگویی باز داشته گفتیم: تو سخن مگو، تو حقی سخن کردن نداری، زیرا تو به عذر مادرت را رنجانیدی. جوانی که از طرز صحبت فرزند با مادر به گریه افتاد، در روز نخستین تولدش از مادر محروم گردید است. در روز تولدش مادر جانش را فدای او کرده است. این فرزند هرگاه در دوران کودکی از دوستانش می شنید که می گفتند: مادرم چنین گفت، مادرم چنین کرد، نزدی مادرم می روم. متاسفانه او چیزی گفته نمی توانست، چون که مادر نداشت. از این لحاظ او چون دوستانش را می دید که با مادرشان چنین مناسبتی دغل دارند، آتش دلش علنگه می زد و به خانه می در آمد و در کنج آن تلخ تلخ می گریست. بله، قدر مادر را بیشتر آن نفری می داند که این نور چشم را از دست داده است. عزیزان دل، مادران را دوست دارید. مادران را دوست دارید.